ایجاد تغییر در سازوکار بدن برای بهبود بخشیدن کارکرد تن و ذهن که به بیو هکینگ یا بادی هکینگ معروف شده در دبی هم هوادارانی دارد. افراد با رویکرد خودت انجامش بده سبک زندگیشان را عوض می‌کنند تا سلامتشان را بهبود بخشند و گاه تا مرز دستکاری ژنتیکی و کارگذاشتن تراشه در بدن نیز پیش می‌روند که البته ممکن است خطراتی هم داشته باشد. بیوهکینگ اصطلاحی است که اخیراً برای بهبود عملکرد شناختی، حال ذهنی یا کارکرد بدنی به کار می‌رود. یا در مورد افرادی استفاده می‌شود که می‌خواهند با به کار بستن چنین شیوه‌هایی سالم‌تر و طولانی‌تر زندگی کنند. این برای بسیاری شیوهی ساده و آسان است تا تغییرات مؤثری در زندگی روزانه ایجاد کنند. اما آیا واقعاً می‌شود بدن را هک کرد؟ بسیاری از کارهایی که به این شیوه روی بدن انجام می شود، توضیح فیزیکی و مکانیکی روشنی دارد. اما اینجا هم مثل هر زمینه دیگری، خیلی ها چون شنیدن کسی مطلبی را گفته، ناگهان دست به کار می شوند بدون اینکه آن مطلب هیچ گونه اساس علمی داشته باشد. اما اینها به این معنا هم نیست که این شیوه ها را نمی شود برای بهبود سلامت و شاخص های عملکردی و افزایش عمر به کار گرفت. کارشناسان میگویند حرف بیوهکینگ در اساس چیز تازه‌ای نیست. خوب و سالم غذا بخورید و به اندازه کافی ورزش و استراحت کنید. برای بسیاری تفاوت در این بوده که بیوهکرها با تغییرات ساده در همین کارها تفاوت اساسی ایجاد کردند. بیوهکینگ برای من اساساً به معنای عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر است. من نوعی به خصوص در سالهای سلامت و فعالیت اینها را می‌خواهم. نمی‌دانم بعد چه می‌شود، اما دست کم الان سالم و فعالم و توان کار و دویدن و ورزش دارم. خیلی ها می‌گویند اگر از بیوهکینگ نتیجه گرفتند به خاطر آگاهی‌هایی بوده که درباره کارکرد تنشان پیدا کردند. ارتباط زیادی بین بیوهکینگ و مکمل‌های درمانی و غذایی هست و این نکته مهمی است. اما اینها برای من حکم مرحله سوم و آخر بیوهکینگ را دارد. مرحله اول واقعا داشتن رژیم غذایی درست و خوب غذا خوردن است. مرحله دوم فعالیت بدنی خوب است. خودم تا جایی که در توانم باشد می‌دوم. اینها تمرکز کار را روی خود شما می‌گذارد و همچنین این فکر را دور می‌کند که خوردن فلان قرص و مکمل جادویی برایتان خوب است و با این کار پیشرفت می‌کنید. از شیوه‌های مختلفی در بیوهکینگ استفاده می‌شود، از روزه گرفتن موقتی تا زیر نظر گرفتن علائم بدن و همچنین خوردن قارچ به جای قهوه. ما سرما برای خواص درمانیش استفاده می‌کنیم چون فواید بسیاری دارد، به خصوص در کاستن از التهاب‌ها و همچنین در زمینه‌های دیگری نظیر افزایش توان حرکتی، تولید پروتئین مفید کلاژن و همچنین بهبود کلی سلامت. کارهایی که برای هک کردن بدن انجام می‌دهید کدامند؟ ترکیبی از سرمادرمانی، کار با نور قرمز و لیزرهای خفیف و همچنین برای افزایش جذب ویتامین تزریق هم انجام می‌دهیم. نوعی رادیو به سلامت هم به فرد می‌بندیم که میزان تندرستی یا سوزاندن چربی او را نشان می‌دهد. این تخت نور قرمز ماست که شما 15 دقیقه رویش دراز می‌کشید و زیر نور قرمز کمی موسیقی گوش می‌دهید و وقتی بلند می‌شوید احساس سرزندگی دارید. نمیتوانم بگویم بدنم هک شده یا نه، اما قطعا بسیار ریلکس تر هستم. دکتر نصر هم خودش چند روش بیوهکینگ ابداعی دارد. من به 4 پایه مختلف سبک زندگی نگاه میکنم: تغذیه، ورزش، مهار استرس و خواب. اولویت را به این 4 چیز میدهم و بعد از اینها با تکیه بر آزمایش های بسیار دقیق که بیشتر مردم اصلا روی خودشان انجام نداده اند، نوعی دستورالعمل دقیق برای استفاده از مکمل‌ها دارم. چه مکمل‌های خوراکی، چه تزریقی. در برخی موارد حتی سن بیولوژیکی فرد را هم بررسی می‌کنم. بسیاری از ما با سنجش خواب و تغذیه و فعالیت بدنیمان خواسته و ناخواسته وارد بیوهکینگ شده ایم. دانشمندان می‌گویند از اینها جلوتر رفتن پاداش و ریسک بیشتری در بر دارد.